سلام به همه، امیدوارم که حالتون خوب باشه. من خیلی سعی کردم که دوربینو بذارم روی سپایه و از منظره‌ای در واقع بگیرم که پشت سرم استخر باشه و براتون حرف بزنم، ولی صدای محیط خیلی زیاده و با گذاشتن میکروفونم درست نشد. مجبور شدم که گوشیو بگیرم دستم که نزدیکتر باشه به صورتم و براتون صحبت کنم. از من پرسیده بودین که از مزایای زندگی در آمریکا براتون بگم. خب من یه سری مزایا رو در واقع نوشتم، لیستم کردم، کنار خودم گذاشتم که چیزی رو از قلم نندازم و به ترتیب شروع میکنم. اولین چیزی که توی زندگی در آمریکا به چشم میاد اینه که خب یادگیری زبان انگلیسی راحت تره به نسبت هر کشور دیگه که شما بخواین مهاجرت بکنین. کشوری که انگلیسی زبان باشه، زبانش راحت‌تر یاد گرفته میشه، به گوش همه آشناست و وقتی زبان انگلیسی رو بلد باشید مثلا یه بیشتر از 50% راهو رفتید جلو، برای اینکه درها بروتون بسته نباشه، بتونین توی از فرصت‌ها استفاده بکنین. در نتیجه خب این یه مزیتشه. مزیت بعدی اینه که خب اینجا واقعا 50 تا ایالت داره که تنوع نژادی، تنوع فرهنگی توش زیاده، از ملیت‌ها، قوم‌های مختلف هستن و میتونین در واقع باهاشون سازگار باشین و یه جورایی در واقع فرهنگ مهاجرپذیر داره. هیچ وقت شما به چشم یک مهاجر دیده نمیشید توی آمریکا، چون اغلب کسای دیگه هم که اینجا زندگی میکنن مثل شما موندن و حالا سیتیزن شدن، ولی ممکنه که اونا هم یه زمانی مهاجر بوده باشن. مورد بعدی که خیلی به چشم میاد اینه که خب آدم ها اینجا خوش رفتارن و این خوش رفتاری رو توی چهرهشون، توی صحبت کردن با شما در واقع کاملا میتونین حس بکنین. کسی رو به خاطر لهجهش تمسخر نمی کنن، به خاطر چهرهش، به خاطر نژادش، رنگ پوستش مسخره نمی کنن. و حالا کاری به موردهای استثنا ندارم، ولی به طور کلی اینجوریه که چون فرهنگ مهاجرپذیریه این تمایزا رو قائل نمیشن. یه فرهنگ خوب دیگه‌ای که دارن اینه که بسیار بسیار آن تایمن برای آدمایی که این مسئله براشون خیلی مهمه. اینجا جای خیلی خوبیه، یعنی همه چیز سر اون وقت و زمانی که باید انجام بشه انجام میشه. و مورد بعدی هم که هستش اینه که وقتی دارید باهاشون حرف میزنین نمیپرن وسط حرفتون. مثلا شما میذارن که حرفتون رو تموم کنین، صبر میکنن و بعد خودشون حرف میزنن. این یه چیزیه که شاید ماها تو فرهنگ خودمون نداریم، خیلی موقعها وسط حرف دیگری میپریم و این اینجا در واقع یه جورای بی احترامیه. مورد بعدی اینه که به طور پیش فرض بایدی کی اینجا سود داره میزنه؟ به طور ثابت و پیش فرض اینجا سیستم بنابر اعتماده و به شما اعتماد میکنن بابت حرفی که میزنین، بابت کاری که میکنین. دیدید مثلا توی خیلی از چیزا، تو خیلی از فروشگاه ها مثلا سلف چک اوت هست، خودتون میتونید حساب کنید برید بیرون، و توی مثلا بانک میخواین یه کاری انجام بدید اصل رو بر صداقت میذارن، کارهای اداری دارید اصل رو بر صداقت میذارن. و خب این اعتمادی که به شما دارن خودش یه احساس آرامشی به آدم میده و این احساس خوبیه که در واقع از اینجا آدم میگیره که بهت اعتماد دارن، حرفتو قبول دارن، فکر نمیکنن که داری دروغ میگی. باز اگر بخوام دوباره از خوبیاش بگم در رابطه با رانندگی، احتمالا خیلی ها شنیدین دیگه، تکراری اگر بخوام خیلی توضیح بدم، ولی رانندگی اینجا هم با آرامشه. دیدید دیگه بوق نمیزنن، یعنی خیلی خیلی کم توی یه سری از ایالت و شهرهای شلوغه که فقط شما صدای بوق رو میشنوید، معمولا بوق نمیزنن، با آرامش رانندگی میکنن، به راننده های دیگه احترام میذارن، به دوچرخه سوارا، به پیاده ها کاملا احترام میذارن، با یه فاصله زیادی توی تقاطعها و چهارراها وای میسن تا شما با آرامش خاطر خیابون رو رد بکنین. و اینا به چشم میاد اگر از ایران مهاجرت کرده باشید به امریکا، اینا چیزاییه که همون روزای اول خیلی به چشم میاد. باز اگر بخوام از خوبیای اینجا بگم اینه که شما هر چیز جدیدی که در دنیا بیاد، حالا تکنولوژی باشه، برندهای مختلف باشه، خودرو باشه، لباس باشه، یه
گجت خاصی باشه، هر چیزی که جدیدش بیاد اول اینجا میاد و شما همیشه خیالت راحته که دسترسی داری به جنسی که تازه است، به جنسی که جدیده، به تکنولوژی که جدید اومده و میدونی که اصلشو داری میخری. و این خب خیلی مهمه که شما ممکنه که هر جای دیگه از دنیا باشی، حالا من بیشتر ایرانو دارم باز مثال میزنم، و دسترسی به برندها به اون راحتی نیست، دسترسی به چیزایی که جدید میاد، تکنولوژیایی که جدید میاد زیاد نیست و بعضن خب پول خیلی بیشتری هم باید بابتشون بدید، که خب اینجا این مزیت رو داره که میگم دسترسی به همه چیز جدیدی در دنیا خیلی سریع و فوریه. مورد بعدی که باز به ذهنم اومد که بگم این هستش که یه آرامشی توی خرید کردن دارید، از این بابت که خب بسیاری از اجناس اینجا بدون هیچ لیمیتی شما قادر به پس دادنشون هستین، یعنی اگر که جنسی مشکل دار باشه که حالا بحثش جداست، ولی اگر چیزی طبق سلیقه شما نباشه، پشیمون شده باشین، براتون مشکل ساز شده باشه، اینجا میتونید برید پس بدید و همین در واقع قابلیتی که میذارن برای اینکه شما بتونید یه جنسی رو پس بدین باعث میشه که آرامش داشته باشید توی خرید کردن. خب این باز یه نکته خیلی مهمیه. از داشتن پاسپورت معتبر و چیزایی که خیلی ها میدونن دیگه بگذریم، اونا رو نمیگم، خب اونا هم همه مسائل مهمیه که در سر زندگی در آمریکا برای شما به وجود میاد، ولی غیر از اون اگه بخوام بگم شما یه فرصت رشدی برای شما توی آمریکا فراهمه، یک فرصت رشد و یک جهشی برای شما فراهمه که ممکنه جاهای دیگه دنیا نباشه. یعنی شما میدونی اگر قراره از به فرض یک کارمند جونپایه از یک جایی شروع بکنی و پله پله بری بالا، این راه برات میسره، این راه برات مقدوره که پله پله بری بالا و پیشرفت کنی، راه پیشرفت رو برای خودت میتونی ببینی. اینجوری نیست که بخوای بگی دائما مثلا من قراره که توی این شغل بمونم، قراره که همینجا بمونم و درجا بزنم. این فرصت رشد و امکان رشد رو به همه شما میدن. باز مورد بعدی که بخوام بگم در جهت همین رفاه و رشدی هستش که داری. ببین وقتی که میگم رشد میتونی بکنی، یعنی شما میتونی رویا پردازی بکنی و به اون رویایی که داری دست پیدا بکنی. یعنی اگر مثلا خرید خونه است، خرید ماشینه، اینا چیزایی نیست که در حد یک رویا برای کسی باقی بمونه یا بخواد برای کسی دست نیافتنی باشه. شما اگر تلاش بکنی محال ممکنه به جایی نرسی، مگر اینکه میگم تلاش نکرده باشی، تلاشت کافی نبوده باشه، وگرنه وقتی که تلاش بکنی مطمئنن به اون چیزی که میخوای میرسی، چون فرصت این رو در اختیارت قرار میدن که اگر تلاش و کوشش بکنی به جایی برسی، در جا نزنی. اینجوری نیست که خونه و ماشین رو بخوای توی 70 سالگی برای خودت تصور بکنی، خیلی راحت میتونی بهش دست پیدا بکنی. باز اگر بخوام از خوبیای اینجا بگم، ببین شما خب وقتی بهتون کردیت کارت میدن، وقتی به شما کردیت میده یک بانکی به شما اعتبار میده، در واقع ضامن خودت خودتی. اینجوری نیست که بخوای رو بزنی به کسی مثلا حالا ایران به عمه خاله دایی یا رئیس شرکتی، کسی که بخواد ضامن بشه و برای شما وام بگیره یا بخواین قسطی از جای خرید بکنید. شما برای خودتون اعتبار جمع میکنید، برای خودتون اعتبار میخرید، کار میکنین، تلاش میکنین و اعتبار رو بالا میبرید و در جهت رسیدن به خواستتون از اون اعتبارتون خرج میکنین. و خب این خیلی نکته مهمیه. اینجا زندگی تقریبا همه افراد بر پایه اعتبار و کردیته و اگر بلد باشید که خوب استفاده بکنین، هیچ وقت از داشتن همچین چیزی پشیمون نخواهید شد. دیگه بخوام اگر فکر بکنم، حالا باز نوشته هام هم یه نگاه بکنم، آها مثلا یه چیزی که هستش اینجا احترام به افراد در زمینه همون احترامی که داشتم میگفتم، افراد معلول، افراد ناتوان اینجا احترام زیادی برخوردارن. اگر مثلا بخوان فروشگاهی جایی برن، خب اینجا یه سری در واقع پارکینگا هست که مخصوص هر فروشگاهیه و همیشه اولین پارکینگا، نزدیکترین پارکینگا مخصوص افراد معلول و ناتوانه، برای اینکه کمترین در واقع زحمت رو به خودشون بدن. اگر میخوان حمل و نقل عمومی استفاده بکنن، اتوبوس، خب خیلی راحت این سرویس رو دارن برای افراد معلول که اون اتوبوس در واقع از این رمپا میذاره و افراد معلول میتونن سوارش بشن و خیلی از
مثلا جاهای دیدنی، اماکن دیدنی هستن که اصلا هزینه بابت ورودی از افراد ناتوان و معلول دریافت نمی کنن. خب بازی خودش یک نوع احترام به اون افراد و در جهت راحت زندگی کردن اونا هستش. این خب یه نکته مثبتی بود که یادم اومد. مورد بعدی هم این که آمریکا خب کشور خیلی متنوعیه، همه جور آب و هوا داره، همه جور ایالت داره، همه جور سرزمینی داره که شما میتونید با نهایت چندین ساعت پرواز به اونجا دسترسی داشته باشین. و خب این خوبیه که حتی شهرهای دور افتاده هم در واقع پرواز بهشون هست، پرواز انجام میشه و شما اگر قصد داشته باشید از یک ایالتی، از یک شهری به شهر دیگه برین، خیلی راحت میتونین این کارو انجام بدین. حالا برای تعطیلاتتون، برای یه مسافرتی که میخواییم برنامه ریزی بکنید، این امکان هست که میگم حتی به دور افتاده ترین شهرها هم پرواز داشته باشه، حالا هر روز و هر ساعتی، حالا فراخور اون ایالتی که هست. ولی منظورم اینه که دسترسی به اون شهر راحته، حالا هر شهری که شما بخواید توی آمریکا برید. من این نکته هایی بود که به نظرم حالا جالب و خوب بود در مورد آمریکا که به نظر خودم اومده بود، دوست داشتم با شما هم شریک بشم. امیدوارم که برای شما هم مفید بوده باشه. اگر با سوالی داشتین توی کامنت ها جواب میدم، بپرسین. و اگر هم حالا نکته چیزی به ذهنتون رسید، خوشحال میشم که اضافه بکنین تو کامنت ها. با ویدیوهای دیگه در خدمتتون هستم. امیدوارم که هر جا هستین سالم و موفق باشین.